جناب خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه فراگیران از سایت فرادرس بنده علی بهارلو با دوره آموزش آشنایی با بلیزور در ام وی سی کور در خدمت شما عزیزان هستم توی این دوره آموزشی قصد داریم بیایم با همدیگه یه مبحث جدیدی رو توی بحث کور روی ASP.NET رو یاد بگیریم اون دسته از عزیزانی که با ASP.NET کور آشنایی دارند که خیلی خوب میتونن اینجا بیان و این دوره رو فرا بگیرن اون دست از عزیزانی هم که حالا با مبحث کور آنچنان آشنایی ندارن اگر در حد ریزور و صفحات سی شارپی و ریزوری آشنایی داشته باشن هم کفایت میکنه یعنی اون دست از عزیزانی که با ام حتی آشنایی دارن اینجا میتونن بیان و این دوره رو فرا بگیرن میخوایم بیایم و با همدیگه بررسی بکنیم ببینیم که بلیزر چی هست اصلا چه کارایی داره چگونه میشه پیاده سازیش کرد و از مقدمه شروع میکنیم میایم جلو چندی موارد مثالی که توی بلیزر وجود داره رو با هم پیاده سازی میکنیم و یک مجموعه رو میایم با هم دیگه پیاده سازیش میکنیم و فرا میگیریم من برای کد نویسی از محیط ویژوال استدیو 2019 استفاده میکنم و انشالله حالا توی قسمت های بعدی اگر همراه ما باشید میایم و اون کامپوننتی که برای بلیزر هم موجود هست اضافه میکنیم به ویژوال استودیو و ازش بهره مند خب برای شروع کار ابتدا من یک آشنایی بدم ببینیم بلیزر چی هست و چه کاری رو میکنه و بعد بریم سراغ محیط کد توی مباحث طراحی وبسایت ها همیشه ما با بحث بک یا فرانت داریم درگیر میشیم و حالا بعضی از عزیزان هستند که طراح صفحات کاربر هستند و عده طراح و برنامه نویس سمت سرور هستند و عده هم هر دوتا رو کار میکنند حالا فرقی نداره که کدام یک از این گزینه ها هستیم بحث اینجاست که توی طراحی سمت کاربرمون همیشه اون بخش یو آی مورد توجه قرار میگیره که کاربر بتواند ساده تر کار بکنه وقتی وارد یک وبسایت میشه بتونه به راحتی اشکالی که وجود داره آیکون هایی که وجود داره متن هایی که وجود داره بهشون دسترسی پیدا بکنه و ازشون خروجی بگیره توی این مباحث خیلی از مواقع طراح حالا با هر زبان برنامه نویسی میخواد PHP باشه میخواد ام باشه فرم باشه کر باشه هر چیزی که میخوان برنامه یه سمت وب رو بنویسم مهم نیست بحث اینجاست که صفحه طراحی شده برای سمت کاربر باید یک زیبایی خاص داشته باشه باید کار کردن باهاش راحت باشه میم از مثلا جاوا اسکریپت استفاده میکنیم بحث اون دسته از عزیزانی که توی MVC کور کار میکنند اینجا هست که مجبورن از جاوا که یک کتابخانه خارجی هست بیان اینو وارد پروژه خودشون بکنم و ازش خروجی بگیرم حالا ما توی MVC به قبل این مورد رو نداریم توی کور اومدن بلیزر رو اضافه کردن تیم مایکروسافت اومد برای ویژوال استدیو و نت کو این فکر رو کرد که آقا بیایم و چکار کنیم جاوا اسکریپت رو بیاریم داخل مجموعه کد خودمون پس اومد چکار کرد اومد یه مبحثی رو مطرح کرد به نام بلیزور مخفف چی هست از دو کلمه تشکیل شده بحث صفحات ریزور و بحث بروزر بخش مرورگر ما و بخش صفحه HTML ما در کور این دوتا سفر رو اوورد کنار هم دیگه قرار داد و گفت چون میخواهیم توی ریزور ما بیایم و جاوا اسکریپت استفاده بکنیم جاوا هم که به مرورگر کاربر متصله و اونجا خروجی میتونه بگیره پس من مرورگر رو با ریزور میام همخانی ایجاد میکنم یک ارتباط پویا بینشون ایجاد میکنم به جای که از جاوا اسکریپت یک تابع و یک کلاس خارجی استفاده بشه میام از سی شارب کمک میگیرم ببینید بحث جالبی شد بحث سی شارپ رو اوورد این وسط مطرح کرد که میتونه کار جاوا اسکریپت رو هم برای ما انجام بده کجا توی صفحات ریزور پس اومد و این پیشنهاد رو داد و بحثی به نام بلیزر رو مطرح کرد asp.net کره بلیزور چه کاری انجام میده مشخص شد که کار جاوا اسکریپت رو روی صفحات خروجی ما توی مرورگر میاد پیاده سازی میکنه یه چیز خیلی جالبی خواهد بود اما با سی شارپ کد نویسی میشه پس کسایی که دارند توی بخش بک اند کد نویسی میکنند همزمان میتونن جاوا اسکریپت رو با سی شارپ روی پروژه خودشون پیاده سازی کنن به نام بلیزر بحث بلیزر برای بیشتر صفحات کلاینت تک کاربری هست یعنی بیشتر بلیزور به جاهایی برمیگرده که تک صفحه‌ای ای هست آقا یک سایت فروشگاهی رو ببینید به صورت چند صفحه در نظر بگیرید حالا یک سایت مثلا خبری یک سایت شرکتی اینا به صورت تک ای یک صفحه خواهند داشت که آقا محصولات شرکتشون رو فقط روش معرفی میکنن فعالیت شرکتشون رو معرفی میکنن ولا غیر یعنی چی یعنی یک سایتی دارن که فقط مجموعه خودشون رو دارن معرفی میکنن اینجاها خیلی به کار میرسن این بحث بلیزر ما حالا توی قسمت های دیگه هم کاربوت خواهد داشت توی صفحه چند صفحه ای ها سایت هایی که چند صفحه ای هستن اونجا هم به کار میره ولی جالب این هست که روی صفحات تک صفحه‌ای ای به کار بره روی سایت هایی که به صورت تک صفحه‌ای ای طراحی میشن با بخش های متنوع میخوایم ببینیم که چگونه این رو باید پیادهش بکنیم و چگونه ازش خروجی بگیریم چون یه بحث جالبی هم هست و بحث جاوا رو اومده با سی ترکیب کرده باید مو به مو جلو بریم تا متوجه بشیم چه اتفاق قرار رخ بده و خوب یادش بگیریم که بعدا بتوانیم به خوبی پیاده سازیش بکنیم ما میخوایم اول از همه بیایم یک پروژه با خاصیت کور بلیزر رو پیاده سازی بکنیم چیکار کنیم من میام و ایجاد یک پروژه جدید رو اینجا انتخاب میکنم اگر توی گزینه هایی که اینجا به شما پیشنهاد داده و بلیزر رو شما نصب کرده باشید از قبل موقع نصب خود ویژوال استودیو اگر اینجا بگردید توی گزینه ها اینه هاش بلیزر اپ رو شما میتونید اینجا مشاهده بکنید میگه میخواد یک پروژه ایجاد بکنه با خاصیت بلیزر که روی ASP.NET Core پیاده سازی خواهد شد ببینید اینجا خودش داره تاکید میکنه ASP.NET Core Application میاد و پیاده سازی میکنه میتونه وب اسمبلی هم باشد چون به مرورگر مرتبطه که میتونید باهاش بیاید و یک پروژه یک وب پویا رو ایجاد بکنید دقت داشته باشید گزینه که پشتیبانی میکنه رو ببینید وب رو پشتیبانی میکنه ویندوز رو هم پشتیبانی میکنه لینوکس رو هم پشتیبانی میکنه پس مثل خود کور قابلیت پیاده سازی هم روی لینوکس رو داره هم روی ویندوز رو داره با زبان سی شارپ هم نوشته میشه پس ببینید این مباحث رو میاد دقیقا مثل خود کور باهاش رفتار میکنه خب من نکس رو میزنم و میرم مرحله بعد میگه یک نام انتخاب کن نام پروژمون رو انتخاب کنیم مثلا من میذارم فرا درس میذارم البته فرا درس بلیزور میذارم محل ذخیره سازی و بقیه موارد رو هم دست نمیزنم و ایجاد میکنم منتظر میمونم تا بعد توی پنجره جدید میگه که بیا و اپتون رو ایجاد کنید بر پایه بلیزور من میام و انتخابش میکنم و منتظر میمونم تا مرحله نهایی هم به اتمام برسه و پروژه ما ایجاد بشه. حالا یه چند لحظه ای طول می‌کشه. بله، پروژه ایجاد شده، فقط باید منتظرم که به صورت کامل لود بشه بتونیم از امکاناتی که داره بهره مند بشیم. من میام اینجا ببینم اجازه میده بله. به اتمام رسید مرحله ایجادش. توی روت اصلی یه نگاهی میندازیم. گفتیم که بر پایه ASP.NET Core اومده و بلیزر پیاده سازی شد یکم دقت میکنیم روی رود میبینیم که خبری از کنترلر ویو و مدل نیست درسته؟ اون بخش کنترلر مدل و ویو برمیگشت به چی؟ به MVC Core ما اینجا با بلیزر Core داریم کار میکنیم یعنی خاصیتی از داتنت Core که به صورت همگام سازی روی صفحات سمت کاربری اومده پیاده سازی شد. حالا توی روت یه چرخی بزنیم ببینیم چیا داره. بخش وابستگی هایی که به کتاب خانه ها متصل می شد اینجا هم وجود داره. بحث مربوط به فریم ورکس ها بخش مربوط به حالا کامپوننت های مربوط به ناگت که بعدا اینجا اضافه میشه مثل همون حالت کور هست بخش خب جزئیات بخش تریدابرود بخش فایل های ایستا توی کور هم دقیقا همینه CSS و بحث جاوازکریپت که اینجا نداریم چون خودش چی داره؟ داره بحث جاوازکریپت رو با شپ یاد سازی میکنه دیگه CSS داره میتونه حالا تصویر و این موارد رو هم باشه فونت داشته باشه این موارد رو داشته باشه که پیش از خود CSS بوت بوتستراب هم اینجا وجود داره یه بخش دیتا داره یه بخش صفحات داره یه بخش اشتراک داره میخوایم ببینیم اینها چی هستند بخش اصلی که اینجا برای ما مهمه صفحات هست صفحات رو باز میکنم داخلش یک سری صفحه پیشفرز اومده قرار گرفته اگر یکم دقت کنید میبینید که یکی از این صفحات با پسوند C HTML اینجا قرار گرفته C 4, HTML و بقیه صفحات به صورت ریزور اومده پیاده سازی شده چه تفاوت این دوتا با هم دارن؟ C# HTML و ریزور با هم چه تفاوتی دارن یک گذری داخلش میزنیم توی بحث های کور ما دات HTML رو داشتیم قبلا داشتیم که همون صفحات ریزور هستن ولی پس وند خود ریزور که برای صفحه ریزور باشه رو نداشتیم اینجا اومده و این رو پیاده سازی کرده این صفحات همون صفحاتی هستند که ریزور پیج ها رو تشکیل میدن و کاربر میتونه ازشون استفاده بکنه فقط پسوندشون اینجا تغییر کرده همون کد های HTML رو هم دارن اینجا میبینیم که بخش نوع صفحه همون HTML هست که اومده اینجا تعریف کرده دقیقا پس یه جورایی شبیه به همون کره فقط اینجا پسوند صفحات به ریزور تغییر کرده اینها هم همون دستورار HTML رو داخل خودشون جای دادند میبینیم که الان ببینید تگ اسچک داره تگ پاراگراف داره پس همون صفحات هستن پس فندهاشون تغییر کرده اما البته نمیتونیم بگیم اینجا اما چون توی صفحات ریزور هم توی کور چه اتفاقی میافتاد میتونستیم سی شارپ بنویسیم و خروجی بگیریم از صفحه HTML اینجا هم بخش کد داره و همون کار رو انجام میده و میتونیم ازش خروجی بگیریم ولی اینجا بیشتر روش کار شده چون حالت جاوا اسکریپت و همگام سازی رو هم اومده اینجا توی صفحه ریزور پیاده سازی کرد توی قسمت بعدی بیشتر آشنا میشیم و صفحات رو ایجاد خواهیم کرد یه بخش اشتراک داره داخل چیه؟ همون بخش‌های لایه‌های اصلی ما هستند میبینید اینجا لایه اصلی همون کد های HTML که تعریف می‌کردیم اینجا هم تعریف کردیم پس اینجا همون بخش اشتراک‌گذاری بخش پارشیال ویو ها هست که صفحات رو ایجاد می‌کنی و ازشون بهره‌مند میشه توی همه قسمت ها اشتراک میکنن اطلاعات خودشون رو برای همه صفحات که حالا میتونیم اینجا بعدا بیایم چیکار کنیم همین بخش ایمپورت کردن صفحات آدرس ها توی کور این رو داشتیم اینجا هم همین مورد رو داریم مسیرهای پرکاربرد رو اینجا میایم پیش فرض می نویسیم که نخواهیم هر دفعه هی تکرارشون کنیم توی بخش مختلف یک بار می نویسیم ارس بری می کنیم یه بخش پروگرام داره پروگرام سی شارپ دقیقا توی کور همین مورد وجود داره اونجا هم استفاده میشه از تابع مینی که اینجا وجود داره اونجا هم وجود داره و استفاده میشه اما باز اینجا یه امایی وجود داره که بعدا بهش میرسیم الان همون حالت خود کر رو اومده پیاده سازی کرد ما چون از خاصیت های بلیزر استفاده میکنیم بعدا توی پروگرام میتونیم بیایم معرفیش بکنیم بگیم آقا ما از خاصیت بلیزر هم استفاده میکنیم توی پروگرام که بخش اصلی اجرا هستی باید این رو متوجه بشیم برمیگردیم روی رود همون بخش استراب که وجود داشت توی کور اینجا هم وجود داره ببینید همون دستوراتی که موجود بود و بقیه موارد یه گذری داخلش بزنیم همون مواردی که داخل کر هست اینجا هم بعضا استفاده شده اما اینجا میبینیم گفته اد کن ریزور پیج رو ما توی کر میگیم اد کن ام رو ولی اینجا گفتیم ریزور پیج رو یا سرویس های بخش سایت بلیزر ببینید بخش بلیزر به سایت برمیگرده ما دو تا گزینه داریم توی بلیزر ها یک بخش کلاینت بریزر داریم و یک بخش سرور داریم یعنی بلیزر سرور و بلیزر کلاینت اینجا اومده گفته که میخوایم از ساید استفاده بکنیم چکار کنید؟ فراخوانی کنید سرویسش رو حالا و بقیه مواردی که اینجا اومده استفاده شده گفته اینجا مثلا بخش ببینید این آنلاین هاست که اینجا زده برمیگرده به ای که الان با هم مشاهدهش کردیم توی پیج ها یا همون رددهی ها و بقیه مواردی که اینجا هست نکته گفتم بلیزر بیشتر کارایش برای صفحات تک صفحه‌ای هست به خاطر همین اومده مسیر دهی رو پیشفرز تعریف کرده مثل کور تعریف نکرده این هم حالا یه مورد متفاوت دیگه که اینجا میتونید مشاهدهش بکنید و حالا بخش حالا همون که فایل که دقیقا توی کور هم وجود داره اینجا هم وجود داره و بقیه بخش هم که تکراری دیگه چیز خاص دیگه ای هم نداره فقط یه نکته اگر اینجا دقت کنید اپ ریزور رو من باز میکنم داخل این صفحه که به صورت پیش فرض اومده ایجاد شده شامل تنها فایلی است که مربوط به برنامه خود بلیزور یعنی اومده گفته لایوتد رو اون بخشی که مربوط به پروگرامتون هست رو صدا زده گفته اسمبلی کنه زبان اسمبلی باشه و بعد لایه اصلی رو هم اینجا به صورت دیفالت اومده چکار کرده دریافت کرده که حالا ما همه اینها رو میذاریم پیش فرض فعلا باشه توی این قسمت یه نگاه اولیه به بلیزر حالا ما قرار بیم چکار کنیم از این اپ کمک بگیریم و صفحات وب طراحی بکنیم من اول بذارید یه خروجی بگیرم حالا از همین سایت پیشفرزی که خود مایکروسافت اومده به صورت پیشفرز روی این بلور ویژوال استودیو قرار داده یه خروجی بگیریم با این صفحه‌ای که حالا خودش ایجاد کرده و طرح و لایه‌ای که بهش داده یه خروجی فایل نهایی رو داشته باشیم با هم مشاهده بکنیم حالا من منتظرم تا رام بشه و بیاد بالا وبسایتمون بتونیم بخشاش رو مشاهده کنیم البته دو سه تا صفحه فکر میکنم بیشتر نیست این دو سه صفحه‌ای که الان توی ریزور وجود داشت اون موارد رو ما میتونیم الان بیایم مشاهده کنیم خب اول اینکه بر اساس SSL اومده پیاده سازی کرده پس دفعه اول چون الان به صورت لوکال هستیم از ما خطا میگیره میگه یک ریسکی وجود داره میخواید این رو بپذیرید من درخواست میدم و پذیرش میکنم تا اجرا بشه و وبسایت بلیزر ما هم بالا بیاد و بتونیم مشاهدش بکنیم منتظر باید بمونیم تا اجرای نهایی انجام بپذیره بعد همونطور که میبینید اومده توی این وبسایت یک حالت سایت در نظر گرفته ساید لفت و بخش محتوای اصلی خانه اصلی یک شمارنده این یه نمونه مثال خیلی ساده است گفتم که چی بحث بلیزور از جاوا اسکریپت و سی شارپ کمک میگیره این بخشی که الان در نظر گرفته شمارنده هست شمارنده ای که به صورت لحظه ای می کار بکنه نه با اینکه صفحه رو رفرش بکنه این جزء خاصیت های چیه خاصیت جاوا دیگه ببینید کلیک میکنم عدد یک رو میشماره ولی صفحه رفرش نمیشه دو سه چهار پنج ببینید این جزء خاصیت های جاوا که اومده با سی شارپ پیاده سازیش کرده یه مثال خیلی ساده است چون اگر با سی شارپ ساده اومده بود این رو پیاده سازی کرده بود صفحه ما رفرش می‌خورد صفحه که رفرش میخورد عدد صفر می‌شد دوباره به سر مرحله اولی که شروع کرده بود اما حلقه‌ای که اینجا وجود داره بدون اینکه ریست بشه و رفرش رخ بدهد داره شمارنده رو افزایش میده در لحظه روی مرورگر کاربر داره این اتفاق میفته یا مثال ساده یک طراحی جدول که اینجا اومده و اطلاعات رو به صورت لحظه ای دریافت میکنه حالا من اطلاعات لحظه ای که به شما میگم دریافت میکنه اینجا الان مشاهده نمیتونیم بکنیم حالا انشالله توی قسمت بعدی از همین بخش ها استفاده میکنیم و داده های انبوهتر بهش میدیم که بتونیم صفحه بندیش رو ببینیم بتونیم فیلترش رو ببینیم بتونیم سورتش رو ببینیم چون الان اینجا هیچی وجود نداره که من بخوام بیام و بررسیش بکنم کما اینکه الان این اطلاعات که اینجا نمایش داده می شود به صورت جاوا دریافت شده و لود شده در اصل اینجا این یه خروجی کلی که توی این قسمت در نظر گرفته این بخش درباره ما هم که خب هیچ من این رو میبندم تا اجرا متوقف بشه و اما کار خودمون ما قرار بیایم و یک چنین سایتی رو با همدیگه پیاده سازی بکنیم ولی بخش‌های مختلفی که وجود داره رو میخوایم بیایم داخلش پیاده بکنیم که بتونیم یک شکل و شمایل قشنگتر یک کارایی بهتر رو از صفحات وبمون داشته باشیم توی هر صفحه وبی بخش‌های مختلف وجود داره بخش نمایش اطلاعات هست به روش های مختلف اون اطلاعات رو بتونیم مرتبشون کنیم بتونیم فیلترشون بکنیم بتونیم صفحه بندیشون بکنیم و یه مدیریت روی داده هامون داشته باشیم از طرفی بتوانیم مثلا بیایم و یک بخشی رو در نظر بگیریم که ورودی داشته باشه بتونیم ورودی های مختلفی رو دریافت بکنیم حالا این موارد رو توی قسمت های بعدی به ترتیب یک به یک پیاده سازی خواهیم کرد اما ما باید بیایم و چیکار کنیم روی پروژه خودمون گفتم توی بخش وابستگی ها یه بخشیش برمیگرده به خود نگت من این رو انتخابش میکنم مثل همون شیوه خود کور کار میکنه من توی بخش جستجو البته اینجا که بخش نصبه توی جستجو وارد میشم و دنبال think فیوژن میگردم از اسمش هم مشخص دیگه همگام سازی think fusion رو درخواست بدم شو این قسمت بعد اومد باز کرد یک کامپوننت اینجا وجود داره که با استفاده از این کامپوننت این کامپوننت اختصاصی نوشته شده برای بلیزر ببینید توی بخش هایی که الان معرفی کرده قسمت های متفاوتی وجود داره ما برای بلیزر میخوایم بیایم و اقدام بکنیم پس باید دنبال گزینه برای چی باشیم؟ بلیزر باشیم که بتونیم روی کتابخانه دات نت کور بحث اون دات نت کورش رو هم داشته باشیم. که بتونی بلیزور رو پیاده سازیش بکنیم پس باید اینجا بیم و دنبال بلیزور هم باشم تا نقطه نمیذارم میگه مقا ما بلیزور رو میخوایم برای سینک فیوژن توی نیوگت دنبال بلیزور میگردیم این مورد این مورد رو انتخاب کنید و نصبش کنید من آخرین نسخه یا یه نسخه قبلترش رو بیام انتخاب بکنم مثلا این 53. 13, 33, 53 چون حالا نسخه جدیدترش باگ هایی داره که انشالله برطرف میشه و نسخه حالا یکی دو تا نسخه قبلترش کاملا صحیح و سالم هست من میام و این رو درخواست نصب میدهم و منتظر میمونم تا روی پروژه هم بیاد نصب بشه بسته به سرعت اینترنت شما و پردازش سایت نیوگه اینجا زمان میبره تا ای, پی آی ها خونده بشه و نصب کتابخانه مورد نظرمون با موفقیت انجام بشه. باید یکم اینجا تحمل و ثبت داشته باشیم تا به صورت کامل نصب انجام بشه و در حاله میبینید که ارتباط و پلزنی به سایت نیوگل هست داره اطلاعات رو یک به یک دریافت میکنه و نصب میکنه بخش‌های مختلفی الان همونطور که می‌بینید برای فرم برای وب برای کور همه این موارد رو در نظر گرفتن اوکی می‌کنیم و می‌پذیریم تمام این موارد لایسنس رو نصب نهایی هم با موفقیت انجام میپذیریم الان ببینید اینجا برمیگردم توی پکیج‌هایی که وجود داره ThinkFusion Blazer اومده و نصب شده ما تا اینجا نصبش رو انجام دادیم نصب کامپوننت مورد نظرمون رو انجام دادیم یه آشنایی اولیه هم با بلیزر روی محیط خود ASP.NET Core Visual Studio هم داریم انشالله توی قسمت بعدی شروع میکنیم با اون بخش اساسی و مهمی که حالا از طریق این کامپوننت اومده ایجاد شده توی بحث بلیور اون بخش ها رو پیاده سازی میکنیم و ازشون خروجی میگیریم و حالا یه صفحه سایتی که توی این دوره آموزشی به کار اون بیاد رو پیاده سازی خواهیم کرد با هم دیگه که انشالله نکته به نکته با هم جلو میریم و شما ازان هر کدوم از این موارد رو یاد خواهید گرفت و توی پروژه هایی که مد نظرتون هست بتونید به راحتی ازشون استفاده بکنید. انشاءالله که تا پایان دوره همراه ما خواهید شما عزیزان رو تا دیداری دوباره به خدای بزرگ می سپاره به خدا سلام عرض ادب خدمت همه فراگیران از سایت فرادرف بنده علی بهالو با قسمت دوم از دوره آموزش آشنایی با بلیزر در MVC کور با پلتفرم UI در خدمت شما عزیزان هستم توی قسمت قبل ما اومدیم و یک پروژه بلیزور رو با کور پیاده سازی کردیم با بخش های مختلف یک بلیزور آشنا شدیم و گفتیم چه کارایی هایی داره و در انتهای قسمتمون هم اومدیم از کامپوننت سینک فیوژن استفاده کردیم و توی این قسمت قرار شد که بیایم ادامه مباحث رو پیش ببریم توی این قسمت بر اساس اون چیزی که در نظر داریم میخوایم بیایم وارد آیتم های بخش های مختلف بلیزور بشیم اولین نکته ای که باید به اون دقت داشته باشیم بحث م... گستردگی و پیچیدگی کار با بلیزور هست ببینید ما در بلیزور با صفحات HTML کار میکنیم یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوایم کد بنویسیم باید بیایم با یک سری تگ کار بکنیم توی بخش اولیش البته چون بخش دومش برمیگرده به جاوا که اینجا جاوا با سی شارپ مطرح میشه وقتی میخوایم تگ نویسی کنیم با یک سری تگ سر و کار داریم توی بلیزر هم دقیقا همین مورد هست وقتی شما میخواهید بیاید سمت کاربر رو طراحی بکنید صفحاتون رو تعریف کنید اینجا شما باید یک سری تگ ها رو بشناسید تگ های معمولی یک سری تگ هایی هستن که آیتم های بلیزر رو میان چیکار میکنن تشکیل میدن شاید من بتونم بگم مثلا بخش تگ یا اون بخش هایی که توی بلیزر سر و کار خواهیم داشت باش شاید مثلا 20 باشه این 29 داده ای که وجود داره به صورت بخش بخش هستند وقتی که واردشون میشویم زیر شاخه دارند و اونجا گسترده میشن اگر شما این چند بخش اصلی رو فرا بگیرید که کاربردیه بعد با اون بخش های زیر شاخه ای چه اتفاق میفته کارتون ساده تر خواهد بود مثلا یکی از این بخش ها بخش لیست انتخابیه حالا توی این قسمت ما اصلا میم لیست انتخابی رو باز میکنیم و بهش میپردازیم لیست انتخابی خودش چندین شاخه داره یکی از این شاخه ها کمبو باکس هست که وقتی وارد کمبو باکس میشیم میبینیم که خود کمبو باکس هم زیر مجموعه داره دوباره کمبو باکس های چند انتخابی تو در تو ساده پس ببینید اینها دوباره خودش شاخه شاخه میشه ولی اگر شما لیست انتخابی رو درک کردید و یه نمونه مثل کمبو باکس رو فرا گرفتید بعد زیر شاخه های کمبو باکس دیگه براتون راحت هست یادگیریش و خودتون میتونید درکش بکنید گفتیم توی این دوره آموزشی توی قسمت قبل هم اشاره کردیم سینک فیوژن میخوایم استفاده کنیم گستردگی زیادی هم داره بخش مربوط به UI مربوط به خود بلیزور بخش ها و سایت‌های مختلفی دارن از طریق بلیزور آیتم های خودشون و کامپوننت های خودشون رو معرفی میکنن و ارائه خدمات میکنن ولی ما اومدیم سینک رو انتخاب کردیم چون یه بحثه جالبی تو خودش داره از لحاظ ظاهری یو جالب جالبه قشنگه و کار کردن با تگ هاش هم ساده هست اما یه نکته ای باید اینجا اشاره کن ما توی قسمت قبل اومدیم چیکار کردیم توی بخش پکیج ها اومدیم و به صورت آنلاین اون رو ادش کردیم توی پروژهمون. خب آنلاین اضافه کردن حالا چه کامپوننته؟ Think Fusion رو شما استفاده کنید یا هر کامپوننت دیگری چون بیس های کامپوننت ها تقریبا شبیه به هم هست شما بلیزر رو که پیاده سازی بکنید و داخلش کد نویسی بکنید این کامپوننت ها دیگه بخش های خودشون متفاوته اما نکته ای که اینجا وجود داره نسخه آنلاین سینک فیوژن رو ما نمیتونیم روی پروژه‌مون بیان مستقیما استفاده کنیم چون محدودیت داره به صورت ریجستری باید انجام بشه و اگه بخواید به صورت فری یا بخش رایگانش رو استفاده بکنید چی میشه اون بحث مدت زمان محدودیت مثلا سی روزه به شما خدمت میده رایگان و ما بقیش پولیه ما هدفمون آموزشی هست که برای شما برنامه نویس هزینه در بر نداشته باشه و همچنین اون نتیجه و حاصل کاری که مد نظرمون هست هم فراهم بشه این دوتا ویژگی رو میخوایم بیایم و با هم ادغام کنیم و ازش استفاده کنیم من میام و نسخه آفلاین سینک فیوژن رو استفاده میکنم که تماما همه ویژگی هایی که توی نسخه آنلاینش هست موجوده و این نسخه آفلاین هم محدودیت ندارد توی استفاده کردنش محدودیت نداره اما نکته ای که اینجا وجود داره نیاز به رجیستری دوباره داره بخش آفلاینش که من اون رجیستر کیش رو میگذارم کنار پروژه آموزش که شما میتونید به راحتی اون رو اد کنید و هر موقع خواستید بدون محدودیت ازش استفاده بکنید پس برای این منظور ما باید بیایم چیکار کنیم حالا من این سورس مربوطه رو میام قرار میدم کنار پروژه که شما دیگه نیازی نباشه دانلود بکنید یعنی همراه با آموزش بتونید اون رو روی سیستم خودتون داشته باشید نصبش کنید هر موقع خواستید استفاده بکنید روی سیستم های مختلف چون این کامپوننت ها محصولات کشورهای دیگر هست ما داخل ایران نداریم از این نوع کامپوننت ها به خاطر همین وقتی از بیرون تهیه میشه باید خب به عنوان یک کاربر قوانین کپی رایت رعایت بشه و رجیستری انجام بشه اما چون توی ایران از محصولات خارجی به صورت رایگان استفاده میکنم و هیچ محدودیتی تو کپی رایت نداره پس راحتی میتونه رجیستر رو انجام بده روی سیستم های مختلف ازش بهره مند بشید فقط باید نکته ای رو رعایت بکنید اون هم اینکه شما بیاید و این نسخه رو که من اینجا گذاشتم نصبش بکنید خب یک فایل اجرایی داره شما این رو دبل کلیک میکنید و به مرحله اجرا میرسونیدش منتظر باید باشید تا فایل های نسبی که توی این برنامه آفلاین وجود داره بیا چه اتفاق بیفته روی سیستم شما کاملا نصب بشه حالا البته من از قبل این رو نصب دارم روی سیستمم ولی آموزشش رو به شما از میدم که بدونید مراحل کار به چه صورت خواهد بود و کارتون ساده بشه حالا منتظر هستم میبینید که اینجا پنجره‌ای باز میشه میگه که نصب هست. توی پنجره‌ای که باز میشه دستور نصبی از شما میخواد و به محض اینکه نصبش کردید حالا بذارید البته ما نصبش بکنیم دوباره اشکالی هم نداره. من دوباره کلیک میکنم و درخواست میدم که نصب بشه این بار و مرحله رو قدم به قدم با هم دیگه جلو خواهیم رفت. حالا یکم زمان میبره فقط یه نکته حالا در حین نصب هست و اجرا میخواد بشه نکته که اینجا وجود داره سینگ فیوژن اگر در موردش تحقیق کنید توی گوگل خواهید دید که توی بخش های مختلفی کار میکنه ما نسخه بلیزور رو اومدیم انتخاب کردیم یعنی ممکنه شما با خود کور هم رو به رو بشید با ام هم رو به رو ما بخش کور بلیزر رو میخوایم باهاش کار بکنیم پس نسخه بلیزر الان موجوده و ما داریم ازش استفاده میکنیم وقتی شما نصب رو میزنید توی این قسمت از شما ببینید بخش برای بلیزر سینکیوژنی که داریم استفاده میکنیم برای بلیزر هست و میپذیرم لایسنسش رو و نکست توی مرحله بعدی مسیر از شما میخواد مسیر نسب و مواردی که میخواد نگهداری کنه خودش حالا چون یک سامپل داره و نمونه گذاری کرده این مسیر رو هم قرارم من هیچ کدوم از مسیرها رو تغییر نمیدم میذارم به صورت پیش فرض باشه این ها هم گزینه هایی هست که اگر میخواد دمو نصب کنید دمو رو نصب کنید اگه میخواد کانفیگ کنه کانفیگش رو بیاد برای ویژوال استودیو در نظر بگیرید اگه میخواد روی دسکتاپتون مورد شورتکاتش وجود داشته باشه یا توی استارتتون هر کدوم از اینها من موردی رو تغییر نمیدم میگذارم همه اینها به صورت پیش باشه و میام نصب رو توی این قسمت انتخاب میکنم نکته ای که اینجا وجود داره میگه که چون من گزینه ویژوال استودیو رو گذاشتم تیکش باقی بمونه میگه باید ویژوال استودیو رو ببندید خب من ذخیره میکنم و ویژوال استودیوم رو میبندم توی این قسمت و میام دوباره تلاش میکنم شروع میکنه به نصب این کامپوننتی که من میخوام ازش استفاده بکنم حالا بسته به سرعت سیستم شما و پردازش سیستمتون و همچنین حالا اون فایل های حجمی که خود این نرم افزار داره اینجا زمان میبره البته یه چیز حدود شاید دو سه دقیقه طول بکشه تا نصبش نهایی بشه و شما بتونید اون رو استفاده بکنید این نرم افزار هست که داره نصب میشه یعنی فایل اجراییه من کاری به این فایل اجرایی ندارم میخوام که بیاد و تمام کلاس ها کتابخانه ها و کتابخانه های کلاسی که وجود داره رو بیاد روی سیستم عامل من به صورت آفلاین بارگذاری بکنه و بعد اون مسیری که بارگذاری اتفاق میفته به صورت آفلاین من بیام به ویژوال استدیو معرفی بکنم و ویژوال استدیو باید اون رو به عنوان یک افزونه به صورت یک کلاس بشناستش تا من بتونم توی پروژه بلیزورم از اون بهرهمند بشم یعنی کاری که ما میخوایم انجام بدیم از صفر تا صد هست الان برای نرم افزار کامپوننت سینک فیوژن چون نسخه آنلاین را اگه شما نصب کنید و استفاده کنید ما ریجیستر کی نداریم توی ایران و نمیتونیم ازش استفاده کنیم و باید از نسخه آفلاین بهره من بشیم تا با همه اون ویژگی ها بتونیم به راحتی صفحات بلیزرمون رو پیاده سازی بکنیم و اون ویژگی هایی که میخوایم رو قشنگ داخلش داشته باشیم میبینید یه چیز حدود بر. 62 درصد از پردازشش گذشته و در حال نصب هست بله میبینید که تکمیل شد نصبش با موفقیت من میگذارم که این توی کنترل پنل هم رام بشه میام و دستور نهایی رو صادر میکنم الان ببینید چون به صورت نرم افزاری هست الان ران شد اومد بالا من با این کاری ندارم فقط نکته ای که اینجا وجود داره میتونم بخش دموی که اینجا وجود داره روش کلیک کنم تا فایل های نصبیش رو برا من بیاره اما این دمو هست به کار من نمیاد مسیر رو ببینید اینجا توی این مسیر وقتی که شما وارد میشید حالا هر جایی که گذاشتید نصب بشه من نمیدونم شما به چه صورت میخواید نصبش بکنید ولی نکته ای که اینجا داره این فایل نصبی شما هست و وقتی نصب میشه این مسیر به کار شما نمیاد فایل نصبی داخل مثلا من گذاشتم داخل درایور C نصب بشه درسته وقتی میگم داخل درایور C بیاد نصب بشه من توی بخشای فایل های نصبی میام وارد میشم و میگم که سین فیوژن رو گذاشتم براش فولدر بسازه اینهاش انتخابش میکنم میگم توی این مسیر کجا قراره باشه new get packages انتخابش میکنم ببینید اینها اون فایل هایی هست که من بهش نیاز دارم پس این مسیر رو من میام کپی میکنم توی مسیر نسبی ویژوال استدیو جایی که پروژمون رو ران کرده بودیم و داشتیم ازش استفاده میکردیم اینجا حالا دوباره من ران میکنم پروژه رو فرادست بلیزر رو میارم بالا تا بتونم ازش استفاده بکنم حالا منتظر هستم میبینید که پروژه اومد بالا خب حالا باید چی کار کنم گام بعدی توی تولز میام و نیو گیت منیج رو انتخاب می کنم براش اینجا الان ببینید آنلاین میخواد اقدام کنه ارور میده من چون اینترنت قطعه ارور میده منم کاری به آنلاین بودن ندارم میام این قسمت روی بخش تنظیماتش میام کلیک میکنم توی این قسمت میگه پکیج سورس داره دیگه اد میکنم یه پکیج جدید رو اینجا مسیر باید بهش بدم مسیری که کپی کردم رو اینجا اضافه میکنم ببینید نیو گیت پکیجی که توی مسیر نسبی بود قرار میدم این رو من من میذارم آقا سینک فیو جن و اوکی میکنم این اضافه شد الان ببینید توی لیست انتخابی سینک فیوژن رو من انتخاب کنم ببینید اومد و کلاس ها و کتابخانه هایی که وجود داره توی سینک فیوژنی که به صورت آفلاین گذاشتیم اینجا وجود داره انتخابش میکنم آقا سینک فیوژن بلیزر رو من میام روی پروژه فرادست بلیزر اینستال میکنم و میگذارم که نصب بشه بله همه این موارد رو اوکی میکنم میپذیرم و منتظر میمونم تا به صورت کامل نصب انجام بشه خب این نصب شد ببینید اگر بیاد الان داخل وابستگی ها و پکیج ها رو باز کنید اینجا ببینید نه شد دقیقا عین همون آنلاین هیچ تفاوتی نکرد یه مورد دیگه اینجا وجود داره اون هم لایسنسش هست سینک لایسنس رو اینجا انتخاب میکنم میگم روی فرادست بلیزر این رو هم بیا نصب کن میپذیرم و منتظر میمونم تا نصبش با موفقیت انجام بشود خب مورد بعدی همینجا اضافه شد ببینید این دو مورد رو ما الان اینجا داریم دیگه با کار با برگش ندارم آقا پکیج های من اضافه شد حالا میرم سراغ اینکه آقا ازش استفاده بکنم میام توی استارت آپ توی این قسمت توی استارت بخش تنظیمات ما کانفیگ سرویسیز رو من میان انتخاب میکنم توی سرویس ها دنبال سرویس میگردم نقطه میگم میخوام چی اضافه بکنم اد سینگ فیوژن رو میخوام اینه هاش ببینید از سینگ فیوژن بلیزر رو میام انتخابش میکنم توی این قسمت انتخاب کن. اگر این مسیرتون به صورت خطا داد و موجود نداشت چی کار باید بکنید خیلی راحت توی بخش های استفاده یوزینگ مربوط به فراخانی ها یوزینگ سینگ فیوژن رو میاد انتخاب بکنید تا خطا برطرف بشه این مورد رو اومد اینجا اضافه کرد add sink فیوژن رو برای بلیزر من اومدم اینجا قرار دادم حالا که این مورد اضافه شد پرانتز باز و بسته میبندم توی این قسمت این سرویس الان قابلیت استفاده داره برای من ازش استفاده میکنم نکته بعدی میخوایم اون لایسنس کیه رو بیایم استفاده کنیم خب چیکار بکنیم میایم توی قسمت کامفیک خود کامفیک اینجا توی بخش کانفیگ من میام و لایسنسم رو اضافه میکنم حالا مثلا قبل از همه این دستورات میام قرار میدم میگم آقا از سینک فیوژن میخوام کمک بگیرم میام اینجا انتخابش میکنم نقطه لایسنسش رو میخونم لایسنسینگ رو که انتخاب بکنم میتونم به سینک فیوژن دسترسی بکنم به صورت خصوصی پرووایدرش انتخاب میکنم. البته به جای پرانتز باز و بسته دستور چی باید اینجا قرار بدم وقتی که میگم من میخوام این مورد رو ثبت نام بکنم میخوام رجیسترش بکنم رجیستر چی میخوام لایسنس ثبت کنم دیگه پس انتخاب میکنم متدش رو پرانتز باز و بسته میگه که چی میگه یک مقدار استرینگ باید بیا وارد سازی کنی پس دابل کوتیشن میزنم و انتهاش رو میبندم این دستور رو ببینید توی این قسمت من اومدم عینا اون کارکتر که داخلش بود همه رو قرار دادم ذخیره سازی میکنم پس گام دوم لایسنس هم اینجا انجام شد از سینک فیوژن بلیزور رو هم اینجا تابعش رو فراخوانی کردیم کل اون کلاس لایبری که وجود داشت پس تمامی کلاس لایبری هایی که ما میخواستیم اینجا اضافه شد تنظیمات کانفیگ هم انجام شد ما این مراحل رو انجام دادیم مو به مو جلو اومدیم شما از آن هم باید همین مراحل رو طی بکنید گام به گام تا پروژهتون به صورت صحیح آماده بشه مرحله آخر من میام و توی بخش دستورات مسیرهای پرکاربرد پورت که اینجا وجود داره به صورت ریزور رو باز میکنم میام اینجا من میخوام توی این قسمت بیام چی انتخاب کنم بخش مربوط به های انتخابی دراپ داونز ها پس میام میگم اد ساین یوزینگ توی سینگ فیوژن ها میگردم دنبال چی دنبال بلیزر و میگم توی بلیزر من دراپ رو میخوام بگیرم پس میام میگم آقا این بخش کامپوننت رو من میخوام ازش استفاده کنم جزء مسیرهای پیش فرزن.